وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة ويا الشهادتان كعيدة الإيمان والصوم والصلاة وحج والزكاة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. بيننده محترم وگرامی، شما را به برنامه برگشت به قرآن آخرین کشتی نجات بر بشریت خوش آمدید میگم. امیدوار هستم که همیشه خوب و خوش و موفق باشید. آزادی یکی از تحفه های نعمات خداداد است بر انسان که خداوند بر انسان ارزانی کرده. تحفه بسیار بزرگی است البته، و قدر از این تحفه را هر کس وقت درک میکنه که آزادی از پیشان گرفته شود. واقعا صحبت امروز ما سر مسئله آزادی است البته، و آزادی عقاید که در صدر امی آزادی ها وجود داره، آزادی عقیده که انسان عقاید خود را خودش انتخاب بکنه، قسم انتخاب بکنه که خودش میخواه، قسم انتخاب بکنه که خودش آرامش برش امو عقیده برش آرامش میده، و قسم انتخاب بکنه که خودش لذت ببره از عقاید خود. این آزادی عقاید است که بسیار نعمت بزرگ است که در برای بشر خداوند از ابتدای پیدایش بر انسانها داده و انسانها را مسئول قرار داده که از این آزادی خود خودشان باید دفاع بکنن، عقیده خود را، آزادی عقاید را تضمین بکنن و آزادی خود را به دست باید بیارن. چرا در طول تاریخ همونطوره که ما مشاهده کردیم واضح است بشر امی خاصیت را داره که آزادی دیگران را سلب بکنه، برای از اینکه در او امو خواستهای خودش برآورده میشه، چون بخصوص کسایی که قدرت دارن در سطح بالا هستن، اونا اینا را کنترل میکنن تا بتانن که امون مرام و منافع خود را تضمین بکنن، صرف نظر از اینکه پیش خدا چی مسئولیت دارن، اصلا باکی هم از اوناهی ندارن. پس اینجاست که اسلام و تمام ادیان در مجموع و اسلام عزیز که ما معتقد هستیم کتاب آخر هست، قرآن عظیمشان هم به می امر سه میگذاره و ایره تاکید میکنه، جدا تاکید میکنه، و حتی به نام فتنه میخوانه کسایی که آزادی دیگران، آزادی عقاید دیگران تخریب میکنن یا تحقیر میکنه انسان ها را به خاطر عقایدشان، یا آزادیشان را تخریب میکنه، و یا ایست که تهدیدشان میکنه به خاطر عقایدشان، و بالاخره تعقیبشان میکنه، که چهار کلمه است که به حرف ت شروع میشه، که تخریب است، تحقیر هست، تهدید است و تعقیب هست، که هر چهار از این کلمه فتنه که در این کار به کار رفته در قرآن از میشان که آیش میخوانیم، در امی چهار معنا میتونه که او را توجیه بکنه. البته سوره مبارک از سوره بقره، سوره دوم قرآن پاک، و آیات بله آیات 191 و 193 هم هست در این سوره بقره که من خدمت شما میخوانم. البته که خداوند میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله فان انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین. البته باید عرض بکنم که چند روز قبل یک شب در خدمت دوستا بودیم، صحبت سر آزادی عقاید بود، من صحبت می کردم، در ختم صحبت یک جوان سوال کرد، سوالشان هم قسم مطرح کرد که گفتن اگر آزادی عقاید هست پس این خیلی چی معنا می ده، امی آیه را خواندن. جوان خوبی بود، واقعا امی آیه را خواندن که وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه، یعنی شما معنا بکنم براتون که وقاتلوهم مقاتله بکنین امرایشان حتی تا لا تکون فتنه، تا وقتی که فتنه باقی نمانه
و یکون الدین لله و دین به خاطر خدا باید باقی مانه، که کاملا آیه همین صراحت را میرسانه. اما کلمه فتنه را غلط فهمیدیم ما. فتنه که قرآن عظیمشان در این مورد به کار رفته نه مطابق در جهان اسلام متاسفانه بر مسلمان ها گفته شده، که فتنه کسایی است که مسلمان نیست. کسایی که مسلمان نیست یعنی شما مقاتله بکنین با ایشان تا وقتی که اصلا این فتنه از بین بره. دی فتنه کسایی که مسلمان نیست، که بسیار یک تعبیر ضد قرآنی هست، ضد انسانی هست، ضد اخلاقی هست، کاملا از دور هست اصلا این تعبیر. و در حالی که فتنه در متن قرآن وقت مطالعش بکنیم کاملا یک معنای دیگه داره اصلا. متاسفانه تعبیر غلط شده، متاسفانه برداشت غلط شده، متاسفانه تبلیغ غلط در این قسمت صورت گرفته. و امید هست که کسایی که مؤمن به خدا هستن و برنامه ندارن، اگر اشتباه هست اشتباه خود درست بکنن و قرآن عظیمشان در این مورد به صراحت میرسانه. امی آیه مبارک، البته خدمتتان آیه اولش بخوانم بسیار واضح میرسانه، آیه 191 در امیجا مطلب را واضح می سازه که وقتلوهم حیث و ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث و اخرجوکم. این در اون موقعی است که پیامبر الهی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم 13 سال که مبارزه کردن در مکه معظم، و در ظرف از این 13 سال هر قدر تبلیغ کردن، مبارزه البته به شکل مسلحانش نبود در اونجا، مبارزه به شکل یعنی تبلیغ بود که یا به شکل لفظی بود که با مخالفین مبارزه بودن، گرچه که بسیار تعدادشان اندک بود، بسیار زیاد اذیت می شدن، آزار می دیدن، اما از این رساندن این پیام هیچ وقت صرف نظر نکردن، تحمل کردن واقعا همون سختی ها و مشکلات را. اینجاست که بعد از 13 سال که همه میدانیم وقتی محمد صلی الله علیه و سلم هجرت کردن به مدینه منور، در اونجا مسئله جنگ اینا برشان، امو حکم جنگ برشان آمد که باید شما دفاع بکنین از عقایدتان. و امی سوره بقره البته سوره است که در سال اول یا سال دوم هجری بر محمد صلی الله علیه و آله وحی شد، یعنی در مدینه منور برشان وحی شد. و در آیه 191 خداوند میفرماید که شما مبارزه بکنین با اونا، هر جایی که اینا را پیدا میکنین امروشان مبارزه بکنین و خارج بکنین نشانه، بکشین نشانه از اون جایی که شما را کشیدن، یعنی از خانه و دیار شما به خاطر عقیده تان شما را اخراج کردن، از مکه معظم، از خانهشان، اولادشان در اونجا مان، برادر فامیلشان مان، مال و داراییشان، هر چیز یک تعداد به مو شکل همه چیز را رها کردن، فقط جان خود نجات دادن. خب آل قرآن عظیمشان میگه از امون شما نباید آرام بگیرین، شما هم مبارزه بکنین برای اینکه خانه خانه تو است، او مال مال تو است، اولاد اولاد تو است، تو حق داری که در اونجا زندگی بکنی، تو حق داری که آزادانه عقیدت را پرکتس بکنی، عمل برش بکنی. و اگر کسی یا قدرت مانع از این کار میشه، اونا فتنه هستن، اونا فتنه هستن. ببینید کلمه فتنه را اونا هستن، کلمه فتنه به این معنا نیست کسی که مسلمان نیست هر کس فتنه است، ابدا اینطور معنا نمیده. هر وایزی که کار میکنه جرم و جنایت را مرتکب میشه که باید رای خدا اصلاح بکنن اگر مؤمن هستن به خدا، پس این باید رای خدا بهتر بسازن و رای خدا اصلاح بکنن، که اصلا فتنه قرآن عظیم شانه بخوانن ببینن، دقت بکنن ببینن قرآن چی میگه. اصلا اونا را میگن ابروشان مبارزه بکنین با او کسایی که شما را از دیار و خانه تان کشیدن راندن تانه، شما حق دارین پس به دیار خانه تان برین، شما حق دارین پس همون شکل که میخواین خدا رو شناختین به اون شکل عبادت بکنین. پس والفتنه تو اشد من القتل، و فتنه امی فتنه می حالته که شما را از خانه و دیارتان به خاطر عقیده تان راندن، این می فتنه است و این از قتل کده بزرگتر است. پس شما مبارزه برای علشان بکنین. و آیه بعدی که باز میفرماید، آیه 193 میفرماید که و قاتلوهم، ای هم ضمیر جمع است، ضمیر جمع غایب هست،
که این اشاره به اونمو گروه هست که به مو گروه هست که انسانها را به خاطر عقایدشان از دیارشان از خانهشان میرانه و برشان سرشان ظلم و جفا میکنن که یا از عقیدتان تیر شوین یا ایست که خانهتان هم از بین میره، اولادتان هم از بین میره، شاید خودتان هم از بین برین و نابود شوین. پس اینجاست که اونا را فتنه میخوانه. و اگر امی طبقه امی گروهی که انسانهای دیگره به خاطر عقایدشان از دیار خانهشان میرانن یا عقاید انسانها را عقایدشان بیشتر یاد کردم که تخریب میکنن یا تحقیر میکنن انسانها را به خاطر عقایدشان، و اگر به او هم نشد اصلاح نشدن مطابق میل از اونا حرکت نکردن تهدیدشان میکنن، اگر در تهدید هم نشد تعقیب میکنشان که اگر بتانه برشان آزار برسانه یا از بین ببرشانه. اونو حالت است که خداوند میفرماید که و قاتلوهم، شما مبارزه بکنین بر علیه از او گروه، اصلا بر علیه همو گروه شما مبارزه بکنین حتی لا تکون فتنه، تا وقتی که اینمی فتنه از بین بره، یعنی تا وقتی که عقاید انسانها تضمین شوه، آزادی عقاید در انسانها از همه. پس من یاد میکنم که میگم که هر در هر گروه آینی که است، اگر یک گروهی باشه که عقاید انسانهای دیگر به خاطر عقایدشان تحقیر بکنه، به خاطر عقایدشان تهدیدشان بکنه و به خاطر عقایدشان تعقیبشان بکنه، اونا فتنه هستن. اگر به هر گروهی منسوب باشن، حتی ما بارهایی را یاد کردیم که حتی اگر در کشور ما مسلمان ها فرتند کشور افغانستان، اگر در افغان در خود در اون کشور به یک اقلیت مذهبی، اگر مسیحی است، اگر هندو است، اگر بودایی است، اگر هر کسی که است، که در افغانستان ما هندو بسیار کم داریم، هندو بسیار کم داریم، اما اگر من نمیفهم قسمی که شنیده میشه که یک تعداد مسیحی ها هستن، مسیحی های افغان هستن یا به مسیحیت گرایدن، اگر کسایی که عقاید امطور انسان ها را تهدید میکنه زیر امی آیه فتنه میان، برای اینکه عقاید انسان ها آزاد است، انسان ها آزادانه باید انتخاب بکنن. اگر اونا آزادانه انتخاب کردن و جرم جنایت را مرتکب نمیشن و صلح و سلامتی را با صلح و سلامتی میخواین با افغانای دیگه خود زندگی بکنن، هیچ نوع اشکال درش وجود نداره. خودشان میفهمه عقایدشان، انسانها پیش خدای خود مسئول هستن از عقاید خود و پیش انسان هیچ وقت انسان از عقاید خود مسئول نیست. و این انسان هاست که اگر کسایی که میخواین که او گروه های اقلیت را تهدید بکنه، پس در حقیقت اونا فتنه هستن، اونا فتنه هستن. و قرآن عظیمشان میگه شما مبارزه بکنین بر علیه اونمو گروه تا اینمی حالت از بین بره، یعنی حالت تحمیل از بین بره، تحمیل و زورگویی، همونطوری که آیه مبارک 296 سوره بقره میگه که لا اکراه فی الدین، در دین اکراه نیست، جبر و تحمیل نیست. این انسان ها نمیتونه که عقاید خود سر دیگر را تحمیل بکنه یا عقاید دیگر را مانع شوه که هم تحمیل معنا میده. پس در این دو صورت انسان در اون صورت ها انسان ها باید بر علیه زنا مبارزه به هر شکل و شیوهی که از کتابتان، اگر اینا را تنویر بکنه تا بتانه اینا را متوجه بسازه. اگر متوجه نمیشن و انوز هم زورگویی میکنن، باید انسانهای صلح طلب و عقاید انسانهایی که به هر عقیده هستن باید بر علیه از این گروه ها اقدام بکنن تا بتانند که این فتنه را خاموش بکنن، برای که او کسایی که به این همچو اعمال چنگ میزنن، اونا نه مسلمان هستن، نه مسیحی هستن، نه یهودی هستن، نه زردشتی هستن، هیچ چیزی نیستن اصلا. اونا ولو که ادعا بکنن به هر دین آینی که خود را منسوب بدانن، اصلا امو دین اول تخریب میکنن و دیگه دین ها را تخریب میکنن، اصلا منسوب به او دین نیستن. برای اینکه او دین هیچ دین آزادی عقاید را از انسان ها سلب نکرده. البته عزیزای ما میتونن زنگ بزنن، نظرات خود در این مورد ابراز بکنن یا سوالاتی که من یقین دارم در این موارد سوالات زیاد پیش دوستا هست، پیش بیننده ها هست، سوالای خود مطرح بکنن تا ببینیم که
این مطالب من کوشش میکنم وقتاً فوقتاً بیایم سر این مطالب برزی که این مطالب اساسی ترین مطلب در عقاید ما انسان ها هست. چرا عقاید انسان ها باید تضمین شود، آزادی عقاید در انسان ها باید تضمین شود، و اگر امی تضمین صورت نمیگیره واضح است که بدبختی بسیار بزرگ در انسان ها ایجاد میشه و در جامعه ایجاد میشه اصلا، و جامعه به سوی بدی ها میره، به سوی برزی که عقاید انسان ها وقت تهدید شد، از یک انسان وقت عقایدشان تهدید شد وای واقعا تمام انسان ها عقایدشان را تهدید کرده، و اگر از یک گروه تهدید شد به یقین کامل که گروه های دیگه هم که در او جامعه هست عقاید از اونام تهدید میشن. وای کسایی که عقاید خود را تحمیل میکنن سر دیگران، اینا کسایی هستن که آرام نمیگیرن با از بین رفتن یک گروه یا به خاموش شدن یک گروه، بلکه گروه های دیگر، چون اینا گردن کلفتر میشن و انسان های دیگر بیشتر از پیش میخواین تهدید بکنن و یک بدبختی بزرگ را در جامعه ایجاد میکنن که قرآن از این شان آمد. از در این سوره انفال یک آیه هست که سوره انفال که سوره بله سوره هشتم قرآن پاک است، آیه 73ش به صراحت یاد میکنه که والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير، مگر که شما هم همونطور دست به هم بتین و بر علیه از این گروه مبارزه بکنین، اگر این کار نکنین تكن فتنه في الارض در زمین فتنه ایجاد میشه و فساد کبیر و فساد بسیار بزرگه. یعنی عقاید یک گروه نی بلکه عقاید تمام انسان ها تهدید میشه و انسان ها اذیت میشن، انسان ها نه تنها اذیت میشن کشته میشن از بین میرن، و در طول تاریخ بسیار زیاد اتفاقات فوق العاده زیاد افتاده و امروز در قرن 21 هم اتفاق میفته و این جفای بسیار بزرگ است که انسان سر انسان کرده و تا امروز هم میکنه. البته مطالب خطره میگیریم، انشاءالله صحبت ما ادامه داره. برنامه برگشت به قرآن با محمود وسیق. بله سلام آقای وسیق. سلام خوارگون، چیل دارین؟ ساعت شما خوب؟ سلامت باشین، زنده باشین. خوشحال هستم که امبایتون صحبت میکنم. من هم خوشحال هستم، بفرمایید. آقای وسیق، من میخواستم درباره همین گروه وهابیت که ای از عربستان به حساب نشد کرده و همین گروه طالبای افغانستان و اماس فلسطین و یک دیگه شاخهای دیگه که من دیگه از ذکر نامش فعلا میگذارم، آیا فکر نمیکنید که همین گروه شرارت پیشه که فعلا فعالیت میکنن و اینا بسیار تندرو هستن و به می شکل میخواین که اسلام عزیز ما را اینا بدنام بسازن به سطح جهان، نظر شما را این قسمت میخواستم بپرسم. بسیار تشکر، من براتون توضیح میتونم انشاءالله. خدا نگهدار. ببینین خواهر ما خوب یاد کردن، واقعا همین گروه های افراطی که اگر گروه های افراطی من نمیفهم چه قسم اینا را تعبیر بکنه انسان، کسایی که میخواین به مون شیوهی که خودشان روان هستن و میخواین که اینمی شیوه را همه باید داشته باشه، گروه افراطی مریض هستن. اینا مریض هستن، باید تداوی شوند، اینا باید اصلاح شوند، اینا باید تنویر شوند. اینا همونطور که یاد کردم به هر گروهی که منصوب خود بسازن، اگر بخواین عقاید دیگران را تهدید بکنن، تعقیب بکنن، تخریب بکنن و دیگران را تهدید بکنن به حساب، اینا مریض هستن، مریض افکارشان مریض هست و اینا باید بر علیه از اینا قیام شود. قیام به این معنا، قیام به این معنا که واقعا اینا را مبارزه کاملا معقول و منطقی بر علیه از اینا صورت بگیره تا بتانه که اگر اینا را اصلاح بکنه قدم اول، و اگر اصلاح نمیشه حتما و حتما جهان باید در ایرا کوشا باشه تا بتانه که اینمی فتنه که است اینمی است. قرآن عظیم شان به صراحت تمام خارکل اینمی گروه ها را فتنه میخوانه که کسایی هستن که میخواین عقاید خود سر دیگر را تحمیل بکنن و کسایی هستن که هیچ نوع تالرنس ندارن، تحمل هیچ دین و آیین دیگه را در جامعه خود یا در جامعه خود نیک حتی در دیگر کشورها هم ندارن، میخواین که تمام جهان به می عقیده بیاید و یک آیدیا، یک مفکوره مریضگونه هست، ناجور هست و این فساد که قرآن عظیمشان میگه که سوره انفال آیه 73 رو براتون خواندم که میخواین
فساد را پخش بکنن، اینمی فساد هست که عقاید انسانها را تهدید میکنه، در حالی که انسانها حق داره به همون شکل که خودشان آرامش پیدا میکنن خدای خدا به همون شکل شناختن، به هر دین و آینی که هستن اونمو دینشان هست که به اصطلاح با صلح و آرامی زندگی میکنن و میخواین که در جامعه با صفا باشن، با صمیمیت باشن و به هر عقیده که هستن و با احترام متقابل زیست بکنن. اونو کسایی که تهدید میکنن واقعا اینا اونمو فتنه هستن که باید این فتنه خاموش شوه، اگر نه واقعا دامنش پخش میشه و جهان را مسموم میکنه متاسفانه. و این خطر بسیار بزرگ است که از این ناحیه امروز جهان را تهدید میکنه. واقعا ما باید غم نسل‌های آینده را بخوریم که در نسل‌های آینده چه اتفاقات میفته. امروز این تلویزیون‌ها و میدیا و ساتلایت‌ها اینا یا وسیله بوده که جهان بتانه تنویر بکنه، ولی انسان‌ها را متاسفانه هنوزم به تاریکی‌ها فرو می‌برن، هنوزم به بدبختی‌ها فرو می‌برن و انسان‌ها را در امو گدال که اینا هستن هنوزم عمیق‌تر اینا برشان چا میکنن که در اونجا باید باشن و نبراین اینا را تاریک میسازن. انسان ها خودشان باید در ایرا دین خود را درک بکنن. تا وقتی که ما بارها یاد کردیم، تا وقتی که مسلمان این قرآن عظیمشان که کتابش هست، تا وقتی که این را نفهمه میتونه که واقعا ازش استفاده شه، دستخوش استفاده جویی انسان ها شوه و بکشانده شوند به سوی که مرام از اونا برآورده شوه و اینا متاسفانه هم دنیایشان خراب میشه و هم آخرتشان در این قسمت مورد سوال است که در آخرت چی میبینن اینا. برای زی که همونطور که یاد کردن در اول که آزادی عقاید یکی از چیزهاییست که وظیفه انسانها هست، نعمت خداداد هست که خداوند در انسان ارزانی کرده و انسانها باید از او دفاع بکنن. هر کس به هر شیوهی که میتونه از عقاید خود باید دفاع بکنه، از عقاید خود اول دفاع بکنه و اگر بسیار خودگذری داره و انسان است که واقعا میخواد که خدمت برای جامعه بشری بکنه، حتی از عقاید دیگرها دفاع بکنه، از عقاید دیگرها هم باید دفاع بکنه. در غیر از او واضح است که اونمو آیه که من خدمتتان گفتم که فساد بزرگ ایجاد میشه در زمین که امروز آثارش آدم میبینه. واقعا امی خواهر ما که صحبت کردن امی نشانه های از او هست که واقعا فساد تحمیل و زورگویی در مسائل عقاید بر انسان ها چیز میشه، پخش شده میره و جفای بسیار بزرگ است که انسان میتونه انسان تخریب بکنه. برنامه برگشت به قرآن با محمود وثیق. سلام علیکم. سب سلام علیکم. بسیار خوشحال هستم که با شما صحبت میکنم. همچنان خوشحال هستم. بفرمایید. نام من علی سفراز است، از آلمان شما رو بگم. بله. آقای وثیق صاحب، من دو سوال از شما دارم. بله. یکی سوال است که یک زمانی بود در افغانستان یکی از هموطنهای ما به کش شهید رفتن، اما نمیتونم در افغانستان به او مجازات داده شد و یا به زندان کشانده شد. خب بالاخره بخنم که آزاد شد. یک کمک بلندتر صحبت بکنین تا آوازتان درست بیاید. بله بفرمایید. من فکر میکنم یک سال پیش در افغانستان یک شخص هم از دین اسلام منصرف شدن به دین مسیحیت بخدم که گراییده شدن. بله. و محکم قرار که یک بار شهیده بودم که کسی که از یک دین به دیگر دین برن اونا چون منافق میشن، اما بخیر گفت قرآن شریف یک جایی هست ذکر شده کسی که نیست ابدا ما براتون میگم رفته زمانهای سابق پس دوباره از همون دین منکر شده پس به اسلام آمده، معنای چیست که اینا کشته نشده، یعنی
بله. محکوم به اعدام نشده. بله. آیا این اکت خط داره؟ یک سوال. بله. سوال دوم نیست که من قرآن شریف قرآن شرم همیشه الاسلام بیشه جهاز فکر شده همین برای من یک قرآن شریف چی مانا میتر؟ سوال دومتان یک بار دیگه هم تکرار بکنید چون آوازتان کنده کنده میشه ببخشید زیاد امی که نو شروع میشه الف لام میم خب مقطعات از بله مقطعات از بله با چند بار دیگه من براتان میگم انشالله یک توضیح میتونم در این مورد هم براتان گرچه که انشالله یک برنامه دارم سر از این یک برنامه دارم که انشاءالله سرش صحبت بکنیم بسیار تشکر از سوالاتتان من توضیح میتونم به خدمتتان یک جان تشکر خواهش میکنم خدا همراهتان باشه با من خدا ببینید آیه اول مطلب اول را که برادر محترم سوال کردن که کسی اگر باز دین اسلام به دین مسیحیت میگره آیا این مرتد میشه و کافر میشه و این آن ابدا کافر نمیشه کسی که باز دین از یا تمام ادیان الهی است مرتد که ما بارهایی را توضیح دادیم مرتد به این معنا نبوده به این معنا نبوده که یک نفر مسلمان است مسیحی میشه مرتد میشه و هیچ وقت به دین خود تغییر میده مربوط خودش است اگر مسئولانه این کار کرده مسئولانه یا صادقانه به خدا دین خود تغییر داده مربوط خودش است پیش خدا خودش مسئول است انسان ها هیچ نوع مسئولیت از این ناحیه ندارن که بورا تهدید بکنن یا تحقیر بکنن و اگر تهدید و تحقیر میکنن و اینطور انسان ها را باز هم زیر اونمو آیه کریمه که 256 سوره بقره که لا اکراه فی الدین هست در دین اکراه نیست جبر و زورگویی در دین وجود نداره کاملا واضح هست مطلب بسیار واضح است و ضمن آیه یک اشاره شما هم کردین که من آیه خدمتتان بکشم در سوره نساء هست البته آیه 138 سوره نساء خداوند می فرماید که ان الذين امنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبیلا او کسایی که خب عالی مطلبه که اگر یک انسان عقیده خود را تغییر میده به عقیده دیگه میره که در کشورهای اسلامی این عقیده امتون وجود داره کشورهاییست که عقیده وجود داره و هیچ نوع ثبوتی از قرآن عظیمشان ندارن و قرآن عظیمشان بر علیه از اون شدیدن ابلاغ میکنه که عقاید آزاد هست فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر حتی کسایی که کافر میشن که بیخی دین را رها میکنن کاملا دین به دنیا میفروشن در حقیقت هم میگن خدا میگه که فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر کسایی که میخواین که ایمان بیارن و کسایی که میخواین کافر شون بگذارشان کافر شون قرآن کریم بلی آیه 29 سوره کهف و صراحت یاد میکنن 29 سوره کهف سوره 18 قرآن پاک و قل الحق من ربكم حق از جانب ربتان آمد فمن شاء فليؤمن کسی که میخواه ایمان بیاره و من شاء فليكفر کسی که کافر میشه و دین رها میکنه مطلقا در بدل دنیا یعنی کاملا خدا را رد میکنه چون دنیا را انتخاب میکنه حتی او را میگه که آزاد است میتونه کار بکنه ولی جزایشان خدا تعیین میکنه در پیش خدا وقت برای او جزا میده ما حق جزا دادن انسان ها را نداریم و در این آیه 138 سوره نساء که خدمت شما عرض کردم که ان الذين امنوا یعنی کسایی که ایمان آوردن فردن کفر بودن ایمان آوردن ثم کفروا باز کافر شدن کاملا کافر شدن یک به دین آیین دیگه ایمان نآوردن دنیا را دین عوض کردن با دنیا اصلا عمو هم کشته نمیشه اجازه کشتنشه هیچ جای قرآن عظیمشان نداره متاسفانه در جهان اسلام این کار کردن به خاطر که امو بیکفایتی های خود را رهبرای ناسالم مسلمان او بیکفایت های خود را جبران بکنن بیکفایتی های خود را سرش پوشش بگذارن انسان ها را کنترل کردن نماندن که براین برزی که میفهمن که اگر انسان ها را آزاد بانن با این بیکفایتی که از خود نشان میتن همه انسان ها میبرن میرن به یک جای دیگه میرن بیکفایتی های خود را اینا
پوشاندن و گفتن که هر کس برآمد کشته باید چه، مثل عزیز که من مثال دادیم که مثل دین مثل سیاچای جور کردن که هر انسان به او سیاچا افتاد اول مندازنش به او سیاچا، باز مبلغین در سرش در بغل سیاچا ایستاد کردن با شمشیر برهنه و لچ که هر کس برآمد سرش باید بریده شود. یه وحشت هست در جهان، وحشت هست و مورد نکوهش جدی قرآن عظیم شان هست و در این آیه مبارک میفرماید که کسایی که ایمان آوردن و بعد از او کافر شدن، ثم آمنو باز دوباره ایمان آوردن، یعنی ببینید اینا کشته نشدن. اگر اینا کشته میشد، خداوند این آیه مبارک خداوند خود علمش مطلق است، میفهمه که بشر حتی در قرن 21 به اینطور فلاکت را در دین آوردن که عقاید انسان ها را آزاد نماندن و میخواهند کنترل بکنن انسان ها، عقیده خود اگر تغییر بده کشته میشن. امیر یاد کرده که کسی که ایمان میارن باز کافر میشن و پس دوباره ایمان میارن، یعنی در حقیقت اینا کشته نشده بودند، چانس برشان داده شد که دوباره زندگی بکنن، دوباره مطالعه بکنن، دوباره انتخاب بکنن و باز دلشان شد میاین، پس دوباره آمدن و آمن و باز ایمان آوردن، ایمانشان قبول هست. یک تعداد مریض گونه ها باز هم که واقعا من میگم مریض هستن، خداوند اینا را شفای عاجل نصیب بکنه همراه وایزینشان، برای اینکه اینا مریض هست، اینا همه قدر درک کرده نمیتونن که قرآن چی میگه و اینا چی میکنن و قرآن عظیمشان و می صراحت برای اینا اجازه داده، در حالی که در امون گروه های افراد